یه بار دیگه درود عرض میکنم به همه شما ورزشتیوبی های عزیز و دوست داشتنی. شاید یکی از نتایج مبارزات شجاعانه علی کریمی با رژیم جمهوری اسلامی این بود که خیلی دیگه از سلبریتی ها هم شهامت اینو پیدا کردن تا از مردم ایران حمایت کنن. شهاب حسینی، مهران مدیری و حامد بهداد از جمله سلبریتی هایی بودن که شاید برای اولین بار این شهامت رو پیدا کردن. امروز بیلبوردهای شهاب حسینی و تمام تصاویرش از سطح تهران جمع شد تا این سلبریتی معروف هم مثل علی کریمی و علی دایی ممنوع التصویر شده باشه. دقیقا همین اتفاق هم برای پژمان جمشیدی که امروز بعد از 2 سال سکوتش رو توی فضای مجازی شکست و از مردم حمایت کرد افتاد. حامد بهداد هم امروز برای وزیر ارشادی که سلبریتی ها رو تهدید کرده بود که یا بیخیال مردم بشید یا ممنوع کار میشید حمله کرد و براش آرزوی مرگ کرد. اشکان دژاگه بازیکن سابق تیم ملی با انتشار یه استوری توی صفحه اینستاگرامش اعلام کرد که هدف مردم از مبارزه با رژیم پس گرفتن ایران از آخوند هاست. دژاگه گفت اعتراضات ایرانی ها علیه اسلام یا مذهب دیگه ای نیست. اونا برای حقوق اولیهشون مبارزه میکنن. اونا برای حق آواز خوندن زنان، برای حق طلاق، حق حضانت فرزند، حق انتخاب پوشش، برای متوقف کردن شکنجه و تجاوز توی بازداشتگاه ها، برای متوقف کردن بازداشت های نادرست، برای آزادی بیان، نه تنها برای روزنامه نگاران بلکه برای همه شهروندان، برای خیلی از ایرانی‌های خارج از کشور که می‌ترسن در صورت بازگشت به سرزمینشون اعدام بشن مبارزه می‌کنن. اونها در واقع در حال مبارزه برای پس گرفتن ایران هستن، برای آینده فرزندانشون. ویدیویی از توهین دوباره حسن عباسی به همسر فوتبالیستا، مخصوصا اون فوتبالیستایی که زناشون توی اینستاگرام عکسای بی‌حجاب می‌ذارن منتشر شد. عباسی حتی وقتی داشت توهین می‌کرد اسم علی کریمی رو هم به زبون آورد و گفت اینا لیاقت شهادت ندارن. دروازه شهادت بازه ولی توی این 20 سال حتی یه فوتبالیست هم شهید نشده. یه چیزی که توی ویدیو قبلیم یادم رفت بگم این بود که شاید خیلیاتون خبر ندارید ولی خود همین عباسی تا حالا بیشتر از 100 بار لیاقت شهید شدن در راه خامنه ای نصیب شده. فقط هر بار که اسیر شده بهش گفتن یا شهیدت میکنیم یا بهت تجاوز میکنیم. عباسی هم هر بار با شجاعت تمام شهادت رو انتخاب کرد. در حالی که همه منتظر بودیم علی کریمی جواب این یاوه‌گوی سپاه رو بده، سردار آزمون با انتشار عکسی از جایی که عباسی توش سخنرانی کرده بود نوشت به خاطر قانون تیم ملی تا الان نتونستیم چیزی بگیم تا اردو تموم بشه، ولی دیگه طاقت نیاوردم و تهش میشه خط خوردن من از تیم ملی که فدای یه تار موی زنای ایرانی. به هیچ عنوانم این پاک نمیشه، بخوان هر کاری بکنن، شرم بر شما که آدمها رو به راحتی میکشید. زنده باد زنهای ایرانی. چند تا نکته این وسط میخوام بگم. اول اینکه بالاخره یکم غیرت از توی بازیکنهای تیم ملی فوتبال هم دیده شد. دوم اینکه آناهیتا زن سردار آزمون که همین چند روز قبل هم به صورت رسمی ازدواج کردن همیشه توی فضای مجازی بی‌حجابه. به خاطر همین یه عده از کاربرای فضای مجازی گفتن آزمون به خاطر اینکه به خودش فوش دادن عصبانی شده، نه به خاطر مهسا امینی و بانوان ایرانی. سوم اینکه آزمون خودش همیشه در زمینه تیمداری در ورزش بانوان پیشتاز بوده و همیشه دم از حق و حقوق زن توی ایران زده، ولی تا امروز به بهونه حضور توی اردوی تیم ملی و قوانین اردو سکوت کرده. شما رو نمیدونم ولی من یکی که خیلی به دلم نچسبید. خوشحال میشم اگه شما هم نظرتون رو توی کامنت ها بنویسید. با همه اینها به نظر میرسه که آزمون آخرین بازیکن تیم ملی نیست که دست به این کار زده و حدس میزنم که فردا صبح تعداد بیشتری از بازیکنها از مردم حمایت کنه. اما این وسط یه چیز دیگه هم وجود داره که هم عجیبه و هم مرموز. وریا غفوری کاپیتان سابق استقلال یکی از ایرانی هایی بود که همیشه توی صف اول مبارزه برای گرفتن حق و حقوق مردم قرار میگیره. وریا چند ماه قبل گفت وقتی پای مردم ایران میاد وسط دیگه فوتبال برام مهمترین چیز دنیا نیست. خودم اولین کسی بودم که ویدیوهای زیادی برای حمایت از وریا، اونم بعد از حذف اسمش توسط رامبد جوان توی برنامه خندوانه و عدم تمدید قراردادش با باشگاه استقلال منتشر کردم و همه جوره ازش حمایت کردم. ولی الان سکوتش برام تبدیل به یه معما شده. با شناختی که ازش داریم وریا کسی نیست که اینجور مواقع سکوت کنه. این در حالیه که مهسا امینی تقریبا باهاش همشهری هم بود. هرچند توی ایران چیزی به اسم شهر و قبیله و این چیزا نداریم و مهسا دختر ایران بود نه دختر کردستان.
توی روز اول اعتراضات بود که وریا غفوری یه استوری خیلی ساده برای مهسا منتشر کرد. بلافاصله بعد از این استوری صفحه وریا غفوری از دسترس خارج شد. امروز وریا غفوری بالاخره بعد از یه سکوت 10 روزه این توییت رو با هشتگ مهسا امینی توی صفحه توییترش منتشر کرد و نوشت برای حق زندگی شرافتمندانه مردم ایران. در مجموع سکوت وریا غفوری که تا چند ماه قبل پرچمدار فوتبالیستا در حمایت از مردم بود یه مقداری عجیبه. شاید توی این روزها مبارزین ایرانی بیشتر از هر وقت دیگه‌ای به وریا نیاز داشتن. شاید همین الان تمام کردستان داره دنبال کسی میگرده که تا همین چند ماه قبل تمام ایران برای حمایت ازش فریاد میکشیده. نمیدونم واقعا خامنه‌ای با وریا چیکار کرده که اینطوری دهنشو بسته. نمیخوام زود قضاوت کنم و ندونسته حرفی بزنم، ولی حتما این موضوع رو پیگیری میکنم تا تعوتوشو در بیارم و ببینم قضیه از چه قراره. یکی دیگه از ورزشکارایی که امروز بر علیه سرکوبگرای خامنه‌ای به پا خواست سعید عبدولی قهرمان کشتی فرنگی ایران بود. عبدولی با انتشار یه پیام ویدیویی خطاب به سرکوبگران گفت تویی که با باتوم به زن ایرانی حمله میکنی مرد نیستی. این ارگان‌های دولتی انصافا من نمیدونم مثلا من خودم خواهر برادرم چرا اینجوری رفتار میکنید، چرا با تند رفتار کردن، چرا با خشونت؟ خشونت خوی شیطانیه، خشونت اصلا خوی انسانیت نیست. چرا به زنها بی احترامی میکنید؟ چرا اون کسی که باتون میگیره دستش به اون زن تون میکنه انصافا میزنه تو سر و کله و بدنش؟ یعنی واقعا کجای مردونگی قرار داره؟ مردونگی کجاست؟ بزرگترین دین انسانیت. حالا تو هی خودتو ببر بالا بزن به زمین، بگو من شیعم سنیم، او بگه مسیحم، او بگه من سیکم، او بگه فلان هندی، هزار تا فرق. دین انسانیت. سجاد گنجزاده تنها قهرمان ایرانی کاراته المپیک هم با انتشار یه استوری توی اینستاگرامش به جمع مردم پیوست. گنجزاده نوشت سرزمین ما ایران حق همه مردمه، فقط حق یه عده خاص نیست. مردم یا میخوان از کشور فرار کنن یا وایسن و دارن کشته میشن. برادری که میزنی و میکشی بدون هیچ بهشتی پاداش آدم کشا نیست. اول از همه سعی کنیم انسان باشیم. از اینکه توی این ویدیو هم همراه من بودید سپاسگزارم. لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو هم فشار بدید تا بتونم خیلی سریع شما از نظر در جریان اتفاقات و حواشی ورزش نامجهان قرار بدم.